عدم تصویب FATF انتقاد مجمع مدرسین قم را هم موجب شده. این مجمع با صدور یک بیانیه نوشته است که اگر آمریکا بالاجبار ما را تحریم کرد، اما این بار با عدم تایید مصوبه مجلس توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، ما داوطلبانه به استقبال تحریم رفته ایم. در این بیانیه مجمع مدرسین قم خواستار شده یا پیشنهاد داده، نوشته است که پیشنهاد میکنیم قبل از اینکه آثار اسفبار این پیوستن به لیست سیاه گریبانگیر ملت شود، حاکمیت تلاش کند آب رفته را به جوی باز آورد. در رابطهش با کشورهای مسلمان و کشورهای توسعه یافته تجدید نظر کند. مجمع مدرسین قم با این بیانیه حرفای اکثر خواستاران و فعالان سیاسی که دلسوز کشور هستند رو بیان کرده. اما امروز دیروز عصر بعد از ظهر دیروز، فیلیپ تیابو سفیر فرانسه در تهران در محل سفارت نشان شوالیه فرهنگ و هنر رو طی مراسمی به بازیگر نام‌آشنای تلویزیون، سینما و تئاتر ایرانی آقای شهاب حسینی اعطا کرده. قبلا این نشان به عباس کیارستمی، پری صابری، اصغر فرهادی، لیلا حاتمی هم اعطا شده بود. در این میان بازیگر دیگری هم داشتیم که پنجشنبه شب، یعنی همون شب، در سن 81 سالگی درگذشته. او ملکه رنجبر بوده. ملکه رنجبر سابقه طولانی در بازیگری داره. او دختر عبادالله رنجبر، خودش یک تئاتری، یک هنرمند ولی فعال سیاسی که هم تبعید شده و هم زندان کشیده رو بوده. ملکه رنجبر از 6 سالگی با ایفای نقش کوزت در بینوایان کار هنری خودش رو شروع کرده. او در 10 سالگی از رشت به تهران اومده و در تئاتر سعدی به کار بازیگری برداخته و در 14 سالگی با شرکت در فیلم عمر دوباره، اولین فیلم سینمایی خودش رو بازی کرده و تا سال 1391 به در ده‌ها فیلم، ده‌ها تئاتر، ده‌ها برنامه تلویزیونی و رادیویی شرکت داشته. دیروز و پیروز گزارش داده بودیم یا اشاره کرده بودیم که بازار سیفیجات برای بعضی از محصولات با افزایش قیمت ناگهانی روبرو شده، از جمله زنجبیل به کیلویی 120 هزار تومان رسیده بود. امروز خبر رسیده که معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت گفته، آقای عزیزالله افضلی، که 2 کامیون زنجبیل قاچاق کشف شده. یعنی زنجبیل رو با این قیمت ها قاچاق میکنن، کجا میبرن و کجا میارن معلوم نیست از این خبر. برای خرید سیر، زنجبیل و لیمو هم به بازار سفیجات مراجعات زیاد شده و قیمت ها به کیلوی 50 هزار تومان هم رسیده، با وجود اینکه عرضه لیمو ترش در میادین با کیلوی 18 هزار و 500 تومان هم شروع شده، اما قیمت ها همچنان بالا و بالاست. ولی این روزها نگرانی ما برای زندان‌های کشور ما نسبت به روزهای گذشته که بارها تکرار کرده بودیم، در یکی دو سال اخیر بارها و بارها، بیشتر از یکی دو سال اخیر اشاره کرده بودیم که ظرفیت‌های زندان‌ها پره و امکان بهداشتی در اونجا پایین هست و زندان‌ها با هم مخلوطن، معتاد و غیر معتاد و سیاسی و غیر سیاسی همه در هم میلولند در زندان‌ها. زندان‌ها وضعیت خوبی نداره. اما با خبر خوب شروع می‌کنم که پنجشنبه شب دیروز، دیشب، یعنی ندا ناجی آزاد یا پریشب، ندای ناجی که در 11 اردیبهشت دستگیر شده بوده، تا کنون در زندان بوده، آزاد شده. این خبر خوبی بوده. اما اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها گفته تا
تمامی فعالیت های دستور داده تمامی فعالیت های اجتماع محور در زندان های کشور با حالت تعلیق در بیاد. این کار رو رئیس سازمان زندان ها کرده، اما این کافی نیست. زندان ها وضعیتش اسفباره، با ورود کرونا هم احتمال خطر عظیم میره. خانم مریم کریم بیگی، دختر شهناز اکملی و برادر مصطفی کریم بیگی از جانباختگان سال 88 هم گفته است که مامان یک توییت کرده، مامان امروز تماس گرفته و میگه میخواییم درخواست بدیم ملاقات های حضوری قطع بشه تا کسی بیمار نشه. ایشون در این توییتش اشاره میکنه کرونا در زندان فاجعه درست میکنه. اشاره مریم کریم بیگی درست تصویر درسته این حرف رو زده. و اما در همین رابطه هم جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی نامه‌ای به مسئولان نوشتن که ما جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی به منظور جلوگیری از وقوع یک فاجعه انسانی خواهان آزادی یا حداقل مرخصی قابل قبول زندانیان تا پایان دوران بحران هستیم. و همینطور کانون زندانیان سیاسی هم ابراز نگرانی کرده و نامه‌ای برای رئیس قوه قضاییه دیروز نوشته و در این نامه آورده است که انبوه زندانیان بیدفاع در برابر ویروس کرونا و دلهوره فرساینده خانواده هایشان در هر دو سوی دیوارهای زندان ما را نیز بنا به خاطرات پیشین بیقرار کرده است. این نامه را آقای دکتر علی حسینی دبیر کل کانون زندانیان سیاسی امضا کرده. و غیر از این از را بازرگان مادر نرگس محمدی هم با نوشته که با توجه به شیوع کرونا چگونه نگران سلامت نرگس نباشم. نرگس در زندانی هست که مواد ضد عفونی کننده را به خرج زندانی هم اجازه خرید نمیدن به نوشته از را بازرگان. و از را بازرگان اعلام کرده که همه ظروف زندان در گودال سیمانی در داخل حمام زندان شسته می شود. واقعا وضعیت زندان اسفناک، وضعیت زندان ها. و جمعی از فعالان سیاسی و مدنی هم در پی بازداشت دانشجویان جدید نامه های نوشتن و اظهاراتی کردن، اما از همه اینها مهمتر آقای زالی فرمانده ستاد مبارزه با کرونا در تهران گفته است از قوه قضاییه خواسته ایم به زندانیان در صورت داشتن گواهی سلامت مرخصی داده شود تا از تراکم جمعیت در زندانها کاسته شود.